به نام خداوند شرقها و غربها، رب المشارق و المغارب، به نام خداوند کلمه و تصویر. سلام. آخرین برگ این دفتر رو به نام من دیوانه زدن و چه بسا که صحبت‌های من جمع‌بندی دیگر دوستان باشه. مغز انسان خصلت‌های شبیه کره زمین داره و از جدی‌ترین شباهت‌های مغز انسان و کره زمین میتونیم به خاصیت خودترمیمگری هر دو اشاره کنیم. یعنی اینکه ما 10 سال پیش همه نگران لایه اوزون بودیم که چه اتفاقی براش خواهد افتاد، اما بعد از مدت‌ها متوجه شدیم که خود لایه اوزون خودش رو ترمیم کرده. همین ویژگی و همین خاصیت در مغز انسان هم وجود داره. یعنی وقتی که یک قابلیتی در یکی از نیمکره‌های مغز آسیب می‌بینه، در نیمکره مقابل این ویژگی احیا میشه. این یکی از خصلت‌های مغز و کره زمین است. البته ویژگی‌های مشترک دیگری هم دارن. یکی دیگه از شباهت‌هاشون که موضوع بحث من هست، خاصیت دوسویگی مغز و دوسویگی کره زمین هست. در جغرافیای سیاسی کره زمین رو به دو سمت شرق و غرب تقسیم کردند و مغز انسان هم به دو بخش راست و چپ قابلیت تفکیک داره و برای مطالعات انسانشناسی و روانشناسی و فیزیولوژیک این تقسیم صورت گرفته. و جالبه بدونید که ویژگی‌هایی در سمت راست مغز دیده میشه که منطبق با رفتار ساکنین سمت راست کره زمین که ما از اونها با نام شرقیان یاد میکنیم. جهان شرق جهانی است که اهالی اون نیمکره سمت راست مغزشون فعالتر بوده در طول تاریخ، و جهان غرب جهانی است که ساکنین اون نیمکره چپ مغز فعالتری داشتن. این در اصطلاح روانشناسا بهش میگن راست مغزی و چپ مغزی. کارنامه فرهنگی و تاریخی شرقیان و غربیان این رو نشون میده که ما در طول دوره‌های طولانی دچار راست مغزی، شرقیان دچار راست مغزی و غربی‌ها دچار چپ مغزی بودند، و کارنامه فرهنگی ما به این ویژگی دلالت میکنه. و من در ادامه نمونه هایی رو مطرح میکنم تا این بحث باز بشه. بحث مهم ما یک جانب گرایی مغزه. به نظر میرسه که مغناطیس کره زمین تأثیر ویژه‌ای گذاشته بر روی ساکنین شرق زمین و نیمکره راست مغز اینها فعالتر بوده. من در ادامه بحثم از نیمکره راست با نام شرق مغز و از نیمکره چپ با نام غرب مغز یاد خواهم کرد. و جالبه که بدونیم که در نیمه سمت راست کره زمین فرهنگ‌های کلمه محور و در نیمه سمت چپ کره زمین فرهنگ‌های تصویر محور همچنان به زیست خودشون ادامه میدن. یعنی کلمه در فرهنگ بشری اغلب یک منشأ شرقی میشه براش یافت. خب، اما نیمکره راست مغز. تو نیمکره راست مغز کارکرد تخیل، تصویر پردازی، ترکیب مفاهیم، کلگرایی، قیاس و پردازش سری رو داریم. بخش اصلی رفتارهای عاطفی انسان در نیمکره راست مغز صورت میگیره. آنچه که در سراسر ادبیات رمانتیک جهان تحت نام دل ازش یاد میشه، چیزی جز نیمکره راست مغز بشر نیست.
و خودتون میدونید که هنر محوری در جهان شرق کلمه بوده و کلمه هست، کلمه در معنی الهیاتیش، کلمه در معنی ادبیاتش. بنابراین بیس کاری نیمکره سمت راست رو ما تحت عنوان احساس و تحت عنوان دل ازش یاد کردیم، اما در تقابل با نیمکره راست، نیمکره چپ وجود داره که معمولا در تاریخ فرهنگیمون با نام عقل ازش یاد کردیم. عقل در برابر احساس. در تقابل با شیوه شهودی مغز راست یا شرق مغز، قابلیت‌هایی مثل تکلم، تجزیه مفاهیم، آنالیزگری، استقرا، استنتاج منطقی و دقت و روش گام به گام تحلیل و تاریخ فرهنگ غرب این رو نشون میده که اونها از این کارکرد مغز بیشتر از شرقیان بهره بردن. و چنان که عرض کردم، این دو شیوه قابل انطباق با روش و منش ساکنان دو سمت شرق و غرب کره زمین بوده. و این ویژگی به ویژه در سنت تصویری جهان شرق و غرب هم وارد شده، چنان که ساکنین سمت راست کره زمین یا شرقیان در سنت تصویریشون اغلب گردش از راست به چپ رو دارند، گردشی که منطبق با گردش انتقالی کره زمین به دور خورشیده، و غربیان در ترکیب بندی هاشون اغلب گردشی از چپ به راست رو دارن به این صورت. و این پایه سنت تصویری شرق و غربه، و هر دو یا نخبگان تصویرگر هر دو ناخواسته و ناخودآگاه در این مسیر گام برداشتن. چرا آمار مطالعه در جهان شرق پایینه؟ این ثابت شده است، چون مطالعه مستقیماً با نیمکره چپ مغز سر و کار داره و ما دچار راست مغزی هستیم. چپ مغز ما مطالعات تاریخی نشون میده که تنبل بوده. چرا فرهنگ شفاهی و گفتار محور بر جهان شرق سلطه داره؟ چون نوشتن هنر نیمکره چپه، و همین الان سنتی شکل گرفته که ما کتابای صوتی رو گوش میکنیم به جای این که کتاب بخونیم، و داره رواج پیدا میکنه. ما به شنیدن بیشتر از خواندن علاقه داریم. چرا تفکر نقادانه و جریانهای نقد علمی در شرق خیلی کم رنگن؟ به خاطر کمکاری نیمکره چپه که جایگاه نقد و سنجشگریه. اصلا چرا ادبیات ما پر است از عقل ستیزی و ستایش شراب؟ چون شراب چه در معنی نمادینش، چه در معنی واقعیش، کارش، هنرش از کار انداختن نیمکره چپ مغزه، و نیاکان ما با این شیوه زخمهای تاریخی خودشون رو التیام دادن. ذهن شرقی خودش رو همیشه همنوا با طبیعت و با جزء کوچکی از اون دانسته. ذهن شرقی درونگراست و خاصیت کلمه درونگراست. کلمه ذات درونگرایی داره. اما روش غربیان، شک علمی و تفکر نقادانه، شیوه های اصلی نیمکره چپ مغز هستند که در جهان غرب کاملا نمایانند. غرب خواستگاه عقل گرایی هست. محوریت عقل در یونان باستان و انقلابای فکری و صنعتی همگی حاصل بیدار شدن نیمکره چپ از خواب زمستانی هزار ساله در قرون وسطا هستند. با آغاز دوره مدرن، ذهن برونگرای غربی
در اندیشه تسلط به طبیعت قرار گرفت و پرکاری نیمکره چپ مغز مسیری رو طی کرد که به فاجعه ای انجامید. پیش از این که بپردازم یه بار دیگه شرق و غرب رو در مسیر الهیاتی خودشون مقایسه میکنم. شرق و غرب بعد از دوره اساطیری هر کدوم یه راهی رو پیش گرفتن. در شرق به سمت حکمت خداوند حرکت کردیم. در شرق پیامبران ظهور کردند و پدیده‌ای به نام دین شکل گرفت. تاریخ بشر نشون میده که دین اغلب از شرق به غرب حرکت کرده. ما شرقیان برای پاسخ به تمام سوالاتمون یک جواب داریم: حکمت خداوند. تو دوران دبیرستان دوستی داشتم که هر وقت تو معادلات ریاضی پاسخ مجهولات رو پیدا نمی کرد، برای پاسخ به چراهایی که معلم ریاضی مطرح می کرد جوابی می داد که از معلم الهیات یاد گرفته بود. مثلا یه روز معلم ریاضی ازش پرسید که علی رضا چرا اینجا 3x به علاوه 2y شده 3/5؟ یک بادی به قبقب انداخت و گفت آقا کار خداست. نکته جالبی گفت. اون پاسخی رو داد که نیاکان ما به همه پرسش های تاریخی داده بودن. اینی که حلال همه معادلات رو خداوند بدانیم و بار اندیشیدن رو و فعالیت مغز و تجزیه مسائل رو از دوشمون برداریم، یکی از سنت‌های جهان شرق بوده و هست. پس با شکلگیری دین در جهان شرق، کلام خداوند به وسیله مردانی آسمانی با انسان‌ها به اشتراک گذاشته شد و همه حقایق و همه فرهنگ‌ها و همه معانی حول کلمه شکل گرفت. اصلا در قرآن و در انجیل خداوند کلمه است، عبارت صریح داریم. اما غرب فلسفی در دوره‌ای که از اساطیر گذر می‌کرد جور دیگری با جهان مواجه شد. اونها به جای اینکه به دنبال پاسخ این سوال باشند که جهان را چه کسی آفریده است، در پی این بودند که بدانند جهان چیست و از چه آفریده شده است. اونها با توجه به نظم عقل و نظم طبیعت سعی کردند جهان اطرافشون رو تجزیه کنند و با روش پرسشگرانه و شکاکانه روش تحلیل منطقی رو بنیان گذاردند و این فرهنگ به آرامی رشد کرد تا اینکه توسط دینی که بر قدرت سوار شده بود، دین بر قدرت سوار شد و جهان شرق رو در نوردید و موفق شد. جهان غربی که به فلسفه دست یافته بود رو دچار یک خواب زمستانی هزار ساله کنه. توجه بیش از حد به نیمکره چپ مغز در جهان غرب رشد تکنولوژی رو به دنبال داشت، رشد علم رو به دنبال داشت، اما این افرادگری و چپ مغزی آسیب‌هایی رو به دنبال داشت. از دل تمدن پوزیتیویست غربی دو جنگ جهانی زاده شد. بشر در قرن 20 آسیب جدی دید و جنگ جهانی چیزی جز دستاورد افراط در پرکاری نیمکره چپ مغز نبود. اما در شرق کلمه محور اختراع خط رو داشتیم و هنر خوشنویسی رو داشتیم و در جهان غرب هنر مبنا تصویر و تصویرگری بوده. این که به دانشجویان فنی گفته میشه که در کنار مطالعات علمیشون دستی در هنری داشته باشن، به این خاطره که تعادل و همزیستی برقرار کنن بین نیمکره راست و چپ مغزشون. این روزا به برکت فضای مجازی و کوتاه شدن فاصله ها، معناگرایی شرقی به روی علم و فلسفه استقرایی غربی آغوش باز کرده و تجربه های تاریخی نشون میدن که هر وقت
راست مغزی و چپ مغزی یا مغز شرقی و مغز غربی به سوی هم گام برداشتند دستاوردهای مهم و ارزشمندی پدید آمده. باید از مغز علمگرای غربی بخوایم مغز معناگرای شرقی رو به رسمیت بشناسه و به مغز عاشق پیشه شرقی یاد بدیم از قابلیت‌های علمی مغز غربی بهره‌مند بشه. همایش کلمه و تصویر در افق قرن 21 یعنی پیوند درونگرایی و برونگرایی و وحدت شکوهمند شرق و غرب مغز و همنوایی مغز شرقی و غربی، یعنی امید رسیدن به اعتدال در اندیشه و رفتار بشر. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. ممنونم.